سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. ابتدا از سازمان حقوق بشر ایران برای این نشست سپاسگزارم. بحثای خوب بود خانم صبری، من تعجب میکنم شما چرا فکر میکنید که بحثای خوبی نبود. اتفاقا خیلی خوب بود اگر ما یک ایران همگن، یک نواخت، یک ملت رو ببینیم. این بحثا خوبه برای اون کشور، اون یک ایران ذهنیه، ایران حقیقی غیر متفاوت هست، یعنی در واقع متفاوت از آن چیزی هست که امروز اینجا صحبت شد. ولی بحثا خوب بود برای یک کشوری که متکثر نیست. من حالا برمیگردم به بحث خودم، امیدوارم بتونم رکورد آقای خلدی رو بشکنم و ادامه بدم دیگه ایشونو. آره ببینید، این ایرانی که ما امروز راضی بهش صحبت میکنیم و داریم برنامه براش میچینیم، هر کسی از نگاه خودش، از ظن خودش یاری اون ایران خواهد شد، چرا به اینجا رسیده؟ چرا به جای رسیدیم که ما میخواییم مشکل رو حل بکنیم؟ مشکل از کجا اومده؟ من بحثم روی توسعه هست. ما باید برگردیم به این که سنگ بنایی که برای توسعه در ایران گذاشته شد از سال 1327 یک سنگی بود که یه دیوار کج بلندی و تا ثریا برد و این دیوار رو داره رو سر همه مردم ایران خراب میشه. توسعه ای که یک خط مرکز رو در نظر گرفتن، نقشه ایران رو اومدن یک خط اینجوری زدن که از تهران، عراق، اصفهان، یزد، کرمان، یه قسمت‌هایی از قسمت‌های مربوط به استان فارس، یه حالا یه گوشه نگاهی هم اونور به سمت مشهد، یه حالا به دلیل اینکه ترک‌ها هم تا حدودی قدرت داشتن یه کوچولو هم اون قسمت رو در بر گرفته، منتها بقیه ایران در اون توسعه جایگاهی نداشته است. دوستان نگاه بکنید، امروز از بحران‌های مختلف محیط زیست ما هر روز در رسانه صحبت می‌کنیم که فرونشست داره ایران رو می‌بلعد. فرسایش خاک رو تو اول دنیا رو داریم، جنگل‌ها نابود شده است. برای فرونشست 4 میلیمتر در کشورهای اروپایی میگن بحران سازه. 4 میلیمتر. میانگین فرونشست ایران 15 سانتی متره. چیزی که دولت میگه. فرسایش خاک در ایران رتبه اول دنیا رو داریم. برای 1 سانتی مترش در ایران باید 700 سال تا 1000 سال طول بکشه که اون خاک تشکیل بشه که قدرت باروری داشته باشه. میانگینمون در بسیاری از مناطق، من به صورت مطلق نمیگم چون متفاوته، در بعضی از جاها 50 تن در هکتار در سال ما داریم خاک رو از دست میدیم. 50% جنگل ها نابود شده اند. اون ایرانی که تو ذهن شماست، میخواهید دموکراسی براش بیارید، میخواهید آزادش بکنید، میخواهید یک حکومت سکولار رو درش داشته باشید، داره نابود میشه. اون چیزی که گفته میشه در رسانه ها بسیار 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 کمتر از واقعیت های محیط زیستی ایران هست. ما آستانه ها رو رد کرده ایم. در بسیاری جاها دیگه امکان زندگی وجود نداره. اون توسعه نامتوازن که شکل گرفت و اومدن آب و از سال 1332 در کوهرنگ یک از یک منطقه پر آب بردن به یک منطقه ای که بیابان بود، میخواستن آبادش بکنن، اونجا رو نابود کردن. حالا چی شد؟ در اصفهان جمعیت بالا رفت 5 میلیون نفر. اومدن نشستن اونجا، رد پای آب بالا رفت، رد پای اکولوژی بالا رفت. چی شده؟ اصفهان داره فرونشست پیدا میکنه. توسعه صنایعی که کاشی سازی هستن، صنایع مربوط به فولاد هستن، صنایعی که مربوط به ذوب آهن هستن، همهشون در کویره، در جایی که اساسا نباید باشه. چرا؟ چرا این صنایع در کردستان نیستن؟ چرا در بلوچستان نیستن؟ چرا این صنایع در قسمت عرب نشین خوزستان نیستن؟ چرا قسمت عمده ای از بخش هایی که مربوط به آذربایجان هست، حالا اونجا توسعه بسیار نامتوازن تری داره؟ چرا؟ اینا رو ما باید صحبت بکنیم که اینا از کجا اومده؟ این تبعیض ها با گفتن این که اینا حالا یه قسمتی هستن، اقلیت هستن، قوم هستن، بابا وضعیت بدتر از این حرف هست. کوچیک کردن مسئله و توجیه کردن اون نمیتونه مشکل حل کنه، ما به جایی نمیرسونه. ما میخواییم کجا رو داشته باشیم؟ ما میخواییم یک ایران متمدن متکثر رو داشته باشیم، با یک ایران واقعی، ایرانی که مردمانی در اونجا زندگی میکنن که خودشون رو ملت میدونن. شما چجوری میخواید اونو کوچیکش بکنی؟ خدا را اگر که یک بخشی هستن با جامعه نمیدونم ایکس و ایگرک همگرش میکنی، به قول خانم صبری گفتن که از بالا به پایین کوچیک و کوچیکترش میکنی.
کسی که خودش رو یک ملت میدونه. علتش چیه؟ علتش اینه که ایران یک امپراتوری بزرگی بوده، امپراتوری های بزرگ بیشترشون از هم پاشیدند، امپراتوری عثمانی دولت ملت های جدید رو تشکیل داد، ولی امپراتوری ایران کوچکتر شد، از هم نپاشید، ملت هایی درش موندن. با اون نیشن استیت های جدید اگر بخوایم تعریفشون بگویم، همشون ملت هستن ولی دولت ندارن، ملت های بدون دولتی هستن که در اونجا هستن. حالا واقعیت اینه، خب چیکار باید کرد؟ آیا ما میخواهیم فرو بپاشد این سرزمین، تکه تکه بشه، یوگسلاوی بشه، نمیدونم کجا بشه، میخواییم با همدیگه بسازیمش؟ زمانی ما میتونیم با همدیگه بسازیم که به توسعه پایدار بر اساس مشارکت، بر اساس دموکراسی توافقی مشارکتی، نه دموکراسی حد اکثری یا پارلمانی، یک دموکراسی توافقی مشارکتی. اگر شما بخواید به رأی بذارید، بگید آه مثلا ما بخواییم اینو به رأی بذاریم، خب معلومه منی که 10% جامعه ایران هستم، اگر همه اون 10% جامعه ایران رأی بدن، باز من اقلیت هستم، اون حقوق کلکتیو من چه خواهد شد؟ چکار باید کرد؟ باید رفت به سمت و سوی توسعه متوازن پایداری که اعتقاد به دموکراسی مشارکتی توافقی داشته باشه، که همه، آیه خلدی اشاره کردن که مردم بانه باسنده است، بله مردم بانه باسنده است مشکل دارن، ولی مشکل اساسمون با تهران هست. ما میتونیم مشکلمون رو حل بکنیم، ولی زبان همو میفهمیم، ولی متاسفانه ما درک نمی کنیم که در تهران دارن چه بلایی بر سر سرزمین ما میارن. ما میتونیم اینو هم حل بکنیم با دولت‌های کوچکتر، دولت‌های محلی، پارلمان‌های کوچک، دولت شهر داشته باشیم، مردم در روستاها تصمیم گیرنده باشن. من در کردستان حق ندارم برای بلوچستان تصمیم بگیرم، در تهران شما حق ندارید برای کردستان تصمیم بگیرید، باید مردم کرد تصمیم بگیرن، شما باید اجازه بدید که مردم کرد تصمیم بگیرن در پارلمان های محلی، در دولت های محلی، و نمایندگان اونها در دولت مرکزی حضور داشته باشن، در برنامه‌ریزی های کلان کشور باید حضور داشته باشن، در تمام بخش ها، از اقتصاد، از جامعه، از بهداشت، درمان، محیط زیست، همه. نه اینکه حذفشون بکنیم، الگو هست در دنیا، ما میتونیم الگو بگیریم از بسیاری از کشورهای دنیا، حالا ما یک جامعه خاصی هستیم اوکی، ولی میتونیم باور به دموکراسی گفتن در کره شمالی هم والا بپرسیم، میگن ما دموکراسی داریم، آقای خامنه‌ای هم میگه دموکراسی داریم، آقای پهلوی هم میگفتن دموکراسی داریم، هر کسی میتونه یه تعریفی از دید خود و نگاه خودش به دموکراسی داشته باشه، ولی اون دموکراسی که حقوق همه در اون تامین بشه، دموکراسی مشارکتی توافقی هست. ما خودمون رو فریب ندیم، همه چیز رو واگذار نکنیم به آینده‌ای که قرار بیاد و دوباره رو سر ما خراب بشه. ما نمیخواهیم در کردستان، حداقل به عنوان یک کرد دارم اینو میگم، ما نمیخواهیم در کردستان 50 سال دیگه 100 سال دیگه اسلحه به دست بگیریم. ما میخواهیم در یک جامعه دموکراتیک با اصولی که معتقد به توسعه پایدار هست، با جامعه متکثری که حقوق ما رو به رسمیت بشناسه، در کنار هم با هم دیگه زندگی بکنیم. اگر میتوانیم بفرمایید، اگر نمیتوانیم خب به صورت بسیار مدرن و دموکراتیک همسایه خوبی برای هم باشیم. من به شخص دوست دارم که با همدیگه بتوانیم در کنار همدیگه زندگی کنیم، ولی اگر نشد هم دنیا به آخر نمیرسه. فکر نکنیم خاک مهمتر از جان هست، من تصور میکنم جان مهمتر از خاک هست. و اینکه دموکراسی یک پروسه هست، یک شبه متولد نمیشه. شما با یک جامعه استبداد زده 2500 ساله طرف هستید، نمیتونید با حرفای قشنگ دموکراتیزش بکنید و بگید این ملت دموکرات شدن. ممکنه لباس عوض بشه، همه کراواتی بشن مثل من، ریشاشون رو بزنن، اتوکلون خوبی بزنن، برو دیگه، به جای آخوند یه نفری بیاد که شیک هست، ولی آیا اون تفکرش هم دموکرات هست؟ آیا اون تفکرش هم یه جوریه که دیگران رو بپذیره، احترام میذاره، هویتش رو قبول میکنه؟ خیر، ما در جنبش ژینا هم شاهد بودیم، نشد. چرا موفق نشد؟ حالا بحث ما اینجا این نیست، ولی باید آسیب شناسی بشه به همین دلایل. و نهایتا این که من تصور میکنم برای ایران آینده راهمون از یک سیستم کاملا غیر متمرکز، تأکید میکنم کاملا غیر متمرکز، که این غیر متمرکز برگرده به دل روستاها، شهرهای کوچک، استانها و پارلمان های محلی، دولت های محلی، که این مردمان
نقش داشته باشن در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها، در اداره کشور، با اون اصول در واقع 17 گانه توسعه پایدار و آرمان های اون که در اونجا هم بحثایی که در توسعه پایدار هم هست، در اغلب بحث شما هم هست، ولی باید بپذیریم برای جامعه ایرانی که متکثر هست مردم رو کوچیک نبینیم، فکر نکنیم دیگران کوچیکترند. من همیشه با این واضح بودم، من 8 سال دوره فولیسانس و دکترا در تهران درس خوندم و اونجا بودم. متاسفانه این نگاه وجود داشته، همه ما قوم میدونستن، قوم از دید بسیاری از ماها حتی یکم تبدیل به فحش شده. وقتی میگن قوم یه جوری بهمون برمیخوره، احساس میکنیم که یعنی شما خیلی کوچیکی، یعنی من برترم. صحبت شما رو صحبت میکنی لحظه داری قومتون چیه، اینجوری نگاه تحقیرآمیز بالا. و این با این رفتارها ما به دموکراسی نمیرسیم. راه رسیدن به دموکراسی از خودمون باید شروع بشه، از تفکراتمون، از نگاهمون، از بینشمون به آدمها، به جامعه و آنجوری که جامعه هست رو ببینیم. اون موقع هست که ما میتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم. من دوست دارم با همدیگه زندگی کنیم. خب طبعا یک کشور پهناوری مثل ایران که دریا داره، از اون بر دریای خزر هست، از اون بر دریای عمان داره، خلیج فارس داره، این همه معادن داره، نفت داره، همه چی داره، خب خوبه دیگه هممون شهروند باشیم تو اون کشور، با هم دیگه زندگی بکنیم به جای اینکه یک قطعه کوچیکی در یک جایی داشته باشیم. ولی من خودم از یکی پرسیدم که جدیداً، خب خودتون میدونید جریانات استقلال طلب خیلی بیشتر شدن، داره یک روند روبروشی رو داره متوجه میشیم. از یک دوست کرد استقلال طلب من پرسیدم، گفتم شما چرا میخواهید استقلال داشته باشید، میخواهید جدا بشید؟ گفت شما فقط یه دلیل برای من بیار که چرا جدا نشیم، فقط یک دلیل. چیز برای گفتن نداشتم. شما کولبری رو زندگی کرده اید، شما مرگ و اعدام رو زندگی کرده اید، نکرده اید. در دهه‌های اول انقلاب تجاوزهایی که در کردستان شد و شما دیده اید، ندیده اید. ولذا من تصور میکنم نگاهمون باید تغییر پیدا بکنه و بتونیم با قبول هم دیگر دست در دست هم برنامه درستی رو برای ایران فردا داشته باشیم. در غیر این صورت به جایی نخواهیم رسید و قطعاً آینده خوبی برای اون جغرافیا نخواهد بود. به هر حال متشکرم و سپاسگزارم از وقتی که به من دادید و امیدوارم که رکورد خلدی رو شکسته باشم.